محمد پور، چطور میشه دید اگر مقایسه بکنیم با انتخابات قبلی این سختگیری هایی که بر رسانه ها میشه و فضا رو به صورت کلی؟ شاید حضور مبارک شما که اتفاقی که الان داره میفته، اگر شما به سخنان آقای خامنه ای مراجعه کنید در جایی که درباره بدگویی نکردن و لجن پراکنی نکردن علیه همدیگر اشاره می کند، این در واقع تصویر و آینه تمام نمای جمهوری اسلامی و تمام کسانی است که آقای خامنه ای خودشون تمام قد پشت سرشون ایستادن. بهترین نمونهش خود محمود احمدی نژاده که از انتخابات 88 به یادمون هست که چه وضعیتی رو فراهم کرد و چگونه جامعه رو دو قطبی کرد و خب نتیجهش رو آقای خامنه ای هم دید و در تا پایان دوره محمود احمدی نژاد در واقع تمام اون آرزوهای خود آقای خامنه ای رو هم برباد داد. هرچند بالاخره محمود احمدی نژاد نقش بسیار مؤثری ایفا کرد در تسطیح میدان سیاست داخلی جمهوری اسلامی و در واقع ریشه کم کردن میان روها و اصلاح طلب ها. با این سختگیری هایی که الان داره میشه، یعنی وضعیتی که ما پیش رو میبینیم هیچ چیزی کمتر از سیرک نیست، به خاطر اینکه ما یه دو تا انتخابات داشتیم که در این شاید حتی سه تا انتخابات که میزان مشارکت مردم همینجوری به صورت تصاعدی داره ریزش میکند و دیگه جمهوری اسلامی هم هیچ احساس نیاز یا احساس علاقه ای نمی کنه به اینی که مردم رو تشویق کند که یا میدان انتخابات گرم کنه یا کاری به این معنا انجام بده. خب فکر میکنیم به دنبال چیه با محدودیت هایی که ایجاد میکنن در این زمینه بر روی رسانه ها؟ اگر نمیخوان که تنور انتخابات گرم بشه اونطوری که میگین، چه کار میخوان بکنن پس؟ خیلی ساده است. هر اتفاقی در کشور که باعث جمع شدن این قطرات آب بشه و مردم زمینه‌ای برای اعتراض فراهم بشه براشون، نامطلوب حکومته. یعنی اگر بیگیر و ببندی وجود داره، اگر ارعابی وجود داره، اگر تهدیدی وجود داره، برای این است که مردم در برابر حکومت اعتراضی نکنن، صدای اعتراضی نداشته باشن. و این رو شما چه در گفتار سیاسی فعالان سیاسی، چه در رفتاری که این خط و نشونی که حکومت داره حتی برای نمایندگان و نامزدها میکشد، چه بر فعالان سیاسی، چه روزنامه‌نگارا و کسایی که الان شروع کرده با اینا برخورد کردن. آقای خامنه ای چیزی که میخواد دوره گذار بسیار آرام و بدون هیچ اختلالی از عبور کردن از مرگ ناوهنگام ابراهیم رئیسی تا برکشیدن یک کارگزار دیگر است. این کل ماجرایی است که جمهوری اسلامی دنبالشه. حالا یا مردم میخوان از این فرصت استفاده کنند و ابراز اعتراضی بکنن که به چشم من نمیاد همچی چیزی در افق ما باشد، یا اینی که مردم مثل قبل پشت میکنن به این بساطی که حکومت را انداخته و در این انتخاباتش مشارکتی نخواهند کرد. بالاخره آنچه که میفهمیم اینه که اینا نتیجه عکس میده. یعنی برداشت من اینه که این بگیر و ببندها به هر حال نتیجه عکس برای حکومت خواهد داد. یعنی اون میزان از میان رفتن یا صدمه دیدن اعتمادی که بین حکومت و بین مردم به وجود آمده که در این 10-15 سال اخیر شدت بیشتری گرفته، در این شیبش بیشتر فرو خواهد رفت و سست‌تر می‌کند بنیان‌های این حکومت رو. یعنی برداشت شما اینه که الان در مقطعی هستیم که دیگه برای حکومت اساساً مهم نیست که مردم در این انتخابات مشارکت بکنند یا نکنند، مهم اینه که فقط این انتخابات برگزار بشه. مطلقا موضوعیت نداره، این انتخابات نمایش بیش نیست. خود آقای خامنه‌ای هم این رو میدونه، بعد از آقای رئیسی هم این کار انجام دادن و بعد از این دوتا انتخابات اخیری که برگزار شد دیگه الان برای حکومت مسجل شده که با این بازی ها نمیتونن دل اون کسانی که به اینا پشت کردن رو به دست بیارن. یه عده بسیار معدودی به خیال من در بین بعضی از نخبگان سیاسی وجود دارن که آرزوهاشون رو به فکر به شکل واقعیت بیان میکنن، از جمله اون کسانی که در این دو تا بیانیه موسوم به روزنه گشایان و راه گشایان پشت این جریان وایستادن و فکر میکنن که اگه مردم مشارکتی در انتخابات کنن وضعیت تغییر میکنه. ولی آقای خامنه‌ای نه به اینا اعتنا داره، نه به اینی که نسل نیازی احساس نیاز میکنه به اینکه کسی بیاد پشت این انتخابات وایسته. اون چیزی که میخواست رو حاصل کرده، فضای سیاست یک دست کرده و میخواد با کارگزارانی که خودش بهشون امر میکنن و در واقع تمرد نمیکنن در سرمان رهبری، یه سری ایدهایی داره، یه پیش بینشی داره، یه چشم اندازی داره آقای خامنه‌ای که میخواد پیادهش کنه. بقیه هر وقت مخل این سیاست ها بودن اثر رو حذف شدن، هیچ تعارفی هم نداشت آقای خامنه‌ای با کسی. متشکرم از شما داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی از لندن.